روزا زیاد اسم گارداسیل رو میشنویم. حتما شما هم اسم این واکسن رو توی اینستاگرام یا سایر فضاهای مجازی شنیدید. حالا گارداسیل اصلا چیه و چرا باید این واکسن رو بزنیم؟ گارداسیل در حقیقت رایج‌ترین نوع از واکسن‌های HPV که برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا رسیده. حالا خود HPV چیه؟ ویروس پاپیلومای انسانی در حقیقت عفونتیه که از طریق تماس مستقیم پوستی از فردی به فرد دیگه منتقل میشه. این ویروس از طریق تماس جنسی، دهان، گلو یا اندام تناسلی میتونه منتقل بشه. در صورتی که این عفونت کنترل نشه میتونه باعث تشکیل زیگیل تناسلی یا سرطان دهانه رحم و مقعد بشه و عواقب غیرقابل جبرانی در پی داشته باشه. بیش از 40 نوع پاپیلوما ویروس انسانی وجود داره و هر فرد ممکنه که به بیش از یک نوع از اون مبتلا بشه. بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، سالانه میلیون‌ها نفر به HPV مبتلا میشن و هزاران زن مبتلا به سرطان دهانه رحم میشن و متاسفانه بسیار از اونها جان خودشون رو هم از دست میدن. خب، حالا بریم سراغ انواع مختلف واکسن‌های HPV. واکسن‌های HPV در انواع مختلف 2، 4 و 9 ظرفیتی به اسم‌های پاپیلوگارد، گارداسیل و گارداسیل 9 موجودند. واکسن گارداسیل در برابر 4 سویه از این ویروس و واکسن گارداسیل 9 در برابر 9 سویه از این ویروس در افراد محافظت ایجاد می‌کند. واکسیناسیون HPV پیش از ابتلا به انواع مختلف HPV هایی که تحت پوشش این واکسن ها هستن، این پتانسیل رو داره که در 90% مواقع از بروز سرطان ها جلوگیری کنه. هرچند گارداسیل 9 محافظت بیشتری در برابر انواع سویه های HPV ایجاد میکنه، اما متاسفانه تو ایران به سختی پیدا میشه. حالا بریم ببینیم که بهترین بازه سنی برای دریافت واکسن HPV چه زمانیه. بهترین زمان تزریق واکسن HPV در واقع پیش از شروع فعالیت جنسی فرده. به خاطر همین گفته میشه که در بازه 9 تا 26 سالگی این واکسن تزریق بشه. البته در مواردی تا 45 سالگی هم بسته به شرایط بیمار ممکنه که این واکسن تزریق بشه. واکسن های HPV باید در دوزهای مختلفی تزریق بشن. زدن 2 دوز از واکسن گارداسیل یا گارداسیل 9 در بازه سنی 9 تا 14 سالگی برای دخترها و پسرها توصیه میشه. اگر واکسن در این بازه زمانی تزریق نشه، زدن 3 دوز از واکسن در بازه زمانی 15 تا 26 سالگی برای دخترها و پسران توصیه میشه. در آخر باید یادآوری کنم که با توجه به همه این نکات ممکن این سوءبرداشت پیش بیاد که با زدن واکسن HPV دیگه نیازی به استفاده از کاندوم نیست. اما واکسیناسیون HPV افراد رو در برابر سایر عفونت‌های آمیزشی محافظت نمی‌کنه. پس برای ایمنی در برابر بیماری‌های مقاربتی همچنان باید از کاندوم استفاده کنید.